شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در واکنش به کنارگیری محمد بنا سرمربی تیم ملی امروز در نشستی مسئولیت کار رو به ناصر نوربخش سپرد و اعلام کرد از جوانان در جام جهانی تهران که حدودا دو هفته دیگه آغاز میشه استفاده خواهد کرد. محمد بنا باز هم از کشتی فرنگی رفت، نوربخش جایگزین او شد. 4 روز پیش که کشتی فرنگی از مسابقات قهرمانی آسیا برگشت، همونجا در فرودگاه بنا یک حرف سوال برانگیز زد. حرف و حدیث زیاده که بتونم ادامه بدم، چون اصلا کلن شرایط باب میل من نیست، من آدم قرقرویم هستم. بعد از اون هم در این 3-4 روز دیگه سر تمرین تیم ملی نرفت بدون اطلاع به فدراسیون. در کنار این اتفاق به یک بار دیشب ملی پوشان هم بی سر و صدا و بدون آوردن دلیل اردوی تیم ملی رو ترک کردند. ترک تیم ملی از طرف کادر فنی و ملی پوشان در حالی اتفاق افتاد که ایران کمتر از 10 روز دیگه میزبان جام جهانیه. اما به راستی مشکل چی بود که اردو رو ترک کردند؟ مشکلشون رقابت انتخابیه آقای بنا، یعنی میگن انتخابی نباشه؟ والا نه کتمن به ما چیزی اعلام کرده نه شفاهن که انتخابی رو نمیخوام یا میخوام. خادم و اعضای شورای فنی بیکار ننشستند و بلا فاصله تکلیف تیم ملی رو روشن کردند. فدراسیون باید قاطع عمل کنه، یه اولتیماتوم آقا به تیم ملی بگیر. جایگزین بنا معرفی شد. ما آقای نوربخش صحبت کردیم، الان دارن جمع جور میکنن که انشالله در جام هدایت فعلا با آقای نوربخش رو ببینیم. نوربخش و مربیه که خودشون در کنارشون میذارن تو این چند روز، خود ما هم هستیم، اعضای شورای فنی هم همه قهرمانای گذشته هستن، میام با میتونن کمک میکنن. درست برای حضور در جام جهانی هم قرار شد از تیم جوانان استفاده بشه، البته همچنان منتظر ملی پوشان هستند. به هر حال صحبت ها رو شنیدید، فقط لطفاً ملی پوشامون که اردو رو ترک کردن، مثل کاپیتان حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی، این بچه‌ها با خودشون تو این ساعت ها فکر کنن ببینن مرام و معرفت کشتی چی میگه. میگه شب جام جهانی اینطوری باید توشک تیم ملی خالی باشه؟ واقعا اینو میگه؟